خبرگزاری‌های بین‌المللی و رسانه‌های عراق و منطقه. خشم و استیصال مالکی در آمریکا در برابر موج اعتراضات سیاسی. به دنبال سفر نوری مالکی به آمریکا، خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که وی عصر چهارشنبه با قانونگذاران آمریکا در تلاشی برای متقاعد ساختن آنها که توافق فروش سلاح به عراق را تصویب کنند ملاقات کرد، و این یک روز بعد از آن بود که گروهی از سناتورهای آمریکا طی نامه‌ای به اوباما وی را متهم کردند که عراق را به سمت پرتگاه و جنگ فرقه‌ای سوق داده است. ادرویس رئیس کمیته خارجی گفت آنها بعد از گفتگوها در کنگره موضوعات حساسی از جمله رژیم ایران و حمله اول سپتامبر به کمپ اشرف در عراق که اعضای گروه اپوزیسیون ایران در آن هستند را مورد بحث قرار دادند. ادرویس طی اطلاعیه گفت من مصرانه از مالکی خواستم تا برای آشتی مخالفان سیاسیش در عراق حول مسائل کلیدی تلاش بیشتری به عمل آورد. در همین رابطه تلویزیون التغییر اعلام کرد اعضای کمیته روابط خارجی کنگره مالکی را در جریان دیدارشان با بیان حقایقی در محضوریت قرار دادند. اعضای کنگره به مالکی گفتند ما خون و پول زیادی برای ساختن یک نمونه دموکراتیک در منطقه صرف کرده ایم، ولی این نمونه بعد از خروج ما از عراق به دلیل سوء اداره تو تبدیل به آشوب، خشونت و فساد شده است. اعضای کنگره به مالکی گفتند به دولت اوباما اجازه نخواهیم داد به تو اسلحه بدهد تا آن را بر علیه مخالفان و شهروندان استفاده کنی. بهانه مبارزه با تروریسم دیگر کافی نیست. تلویزیون التغییر افزود نوری مالکی با عصبانیت از ملاقات با اعضای کنگره خارج شد و تقصیر را متوجه سفارت عراق در واشنگتن دانست و آنها را به اهمال در انتقال تصویر عراق جدید به اعضای کنگره متهم کرد. به گزارش تلویزیون شرقیه دفتر نوری مالکی با صدور بیانیه اعلام کرد برخی اعضای کنگره تحت تأثیر تبلیغات دشمنان قرار دارند. به گزارش خبرگزاری رویتر جان مک‌کین یکی از صداهای مؤثر در صحنه سیاست خارجی آمریکا گفت اوضاع در عراق در حال فروپاشی است و دولت عراق باید امور را اصلاح کند. مک‌کین یکی از 6 سناتوری است که طی نامه‌ای به اوباما از وی خواسته بودند تا در برابر دولت عراق با قاطعیت عمل کند و مسئولیت افزایش خشونت در عراق را متوجه این دولت بداند. رویتر به نقل از مک‌کین گفت مالکی از این دیدار راضی نبود و اگر وی خواستار کمک از آمریکاست، کنگره باید قبل از ارائه این کمک‌ها تغییراتی را در عراق مشاهده کند. بر اساس همین گزارش مالکی علاوه بر دیدار با جان مک‌کین با رؤسای کمیسیون‌های روابط خارجی مجلس سنا و کنگره دیدار کرد. باب کروکر سناتور ارشد جمهوری خواهان در کمیسیون روابط خارجی مجلس سنا گفت دیدار مالکی مفید نبود و به نظر می‌رسد که مالکی متوجه ابعاد نگرانی کنگره از بابت آنچه در عراق می‌گذرد نیست.